دوباره خوش آمدین ادامه صبح زندگی است در بخش فکر نو هستیم و مهمان خیلی گرامی هم داریم اسدالله سعید استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اسلامی با ما است در رابطه به که چطور میتونیم آداب شهرنشینی و فرهنگ شهرنشینی را در زندگی روزمره خود داشته باشیم بیشتر صحبت را می داشته باشیم جناب استاد سلام صبحتان بخیر خوش آمدین به صبح زندگی و علیکم سلام و رحمت الله صبح شما بخیر بسیار تشکر از دعوتتان سلامت بخیر باشن. و سلامت باشین جایگاه شهرنشینی از دیدگاه اسلام چگونه بسم الله الرحمن الرحیم باز هم سلام تقدیم می کنم خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون شما وقتی ما تاریخ و تمدن اسلام را مطالعه می کنیم در آنجا یک چیزی که بسیار هویدا و واضح است اوی است که شهرنشینی مهم. و روی آوردن به طرف مدنیت در حقیقت یک جایگاه بسیار عظیمی دارد خب حتی این چیزی هست که غیر مسلمان ها هم برای مهر همه میگذارند یک چیز بسیار واضح و آشکاری است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که هجرت میکنه نخستین گام بزرگ تاریخی را که بر میداره است که اسم منطقه‌ای که در اونجا هجرت میکنه را از یثرب تغییر میتن به طرف مدینه که جای شهر است اینجا آستاستا مردم زندگی تمدنی و شهری را تجربه میکنند در قرآن کریم در جاهای مختلف میبینیم که الله متعال هرگاه ببینیم بی یک اشتباه بسیار از و وفاهش اگر سر زده باشد در اونجا ببینیم بی که یک عامل غیر شهری یا یک عامل غیر متمدنانه در اونجا نقش داشته امه. مثلا در قرآن کریم الله مطال می فرماد که الاعراب و اشد و کفرن او نفاقا اعراب کسانی که بادی نشینان هستن کسانی که کوچی نشینان هستن اونها در کفرشان و در نفاقشان اگر امو فکر و باوری که دارن بسیار شدید هستند و از طرف دیگر کسان مثل امام حسن بسری امام قرطبی و مفسران دیگر داریم که اونها باور بر همین دارن در زیل اینمی احادیث در زیل اینمی آیت ها وقتی که تفسیر میکنن میگن که خداوند متعال هیچ پیامبری را از بادیه نشینان انتخاب نکرده بلکه امه. از کسانی بوده که زندگی شهری داشته چون زندگی شهری یک سلسله ظرافت ها را داره سلسله زندگی شهری یک سلسله نزاکت ها را داره امه. که هر کسی به او پی برده نمیتونه تا زمان که یک فرد خودش در او جامعه رشد نکرده باشه در درون جامعه اسلامی هم میبینیم که کسانی که اشتباهات بزرگ از پیشون سر میزد به تعبیر شما یگان های اگر میکرد اینا اکثرا کسانی بودند که حتی خود صحابه هم بر از لفظ اعرابی را استفاده میکردن بله. کسانی که زندگی بدوی داشتند، زندگی داشتند که بیشتر از شهر دور بوده باشن مثلا شما ببینید یک انسان چقدر کار عجیبی بکنه که در حدیث آمده بال اعرابیون فی المسجد یک فرد بادینشین و کوچی آمد در مسجد <applause> نبوی او ادرار کرد یک کار کاملا غیر اخلاقی یک بینزاکتی بسیار کلان غیر انسانی غیر انسانی صحابه آمدن و شوریدن و میخواستن که او را مجازات بکنن پیامبر علیه و سلام. چون میفهمید در رسول اکرم صلی الله علیه و یک معلم بود ای فرد از زندگی و آداب شهری به دور است گفت یک بار او را بگذارین پس آمد او را تعلیم کرد گفت ای مرد این جای که به خاطر عبادت است فرد نادان هم بود فرد بله گفت اینجا بسیار به شیوه احسن پیامبر صلی الله برش تعلیم یاد دارن. داد, که اینجا برای چونین چیز ساخته نشده برش درس داد بناهن وقتی ما تمام آیات را روایات را حکایات دینی را مطالعه میکنیم در که در آنجا یک تمرکز بسیار جدی بر زندگی شهری شده فکر میکنم در جایگاه شهرنشینی و زندگی متمدنانه در تعالیم دین مبین اسلام همین نقطه اکتفا بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید از جمله گناهان کبیره که طبعا گناه کبیره از شرک با خداوند مطال شروع میشه یکی از گناهان کبیره که در حدیث شریف آمده ای است که یک نفر بیاید زندگی شهری را انتخاب بکنه شهر نشین اما فرهنگش ندانه پس از یک مدت دوباره برگرده به زندگی بدوی یعنی زندگی شهری در خط خودش یک نعمت الهی است این فرد ارزش این نعمت را نمیفهمه برمیگرده به زندگی بدوی خود که در میابیم واقعا این نقطه اهمیت دارد خیلی خوره آقای سید شما اشاره کردین در افغانستان بخصو پایتخت کابل فرهنگ شهرنشینی فرهنگ بلاک نشینی در همه امورات ما باید بیشتر بدانیم خب شامل چه چی چیزها میشه این فرهنگ شهرنشینی بخصوص در پایتخت ما شما کابل خب آداب و نزاکت های شهرنشینی آنقدر وسیع هستند که ما نمیتونیم امی قوسی را که باز میکنیم پس بسته هم بکنیم ادامه داره ادامه داره لا دو نقطه که بسیار مهم است وقتی ما از تعامل شهرنشینی صحبت میکنیم یکی رفتار ما و یا یکی هم امی تعامل است که ما با افراد داریم یکی هم تعامل است که ما با شهر خود داریم در دو کاتگوری مختلف میتونیم ما را بحث بکنیم یکی تعاملی که ما با افراد داریم تآمر یا گفتاری هست یا رفتاری هست مم. چیگونه ما با این فرد صحبت می میکنیم کدام لحن و شیوه را ما باید در مم. کار بگیریم انسانی که شهری است خیلی خوب در عقد باید بفهمه که چیگونه باید رفتار بکنه صحبتش, با صحبتش رفتارش. طرز بیانش مثلا ما وقتی که در تراس اسلامی خود می بینیم افرادی که زندگی شهری نداشتن آنها نمیفهمیدن با کدام لقب با کدام شیوه با پیامبر علیه الصلاه و سلام صحبت بکنند در سوره حجرات میبینیم که آیات اخیرش که نازل میشه آیات اولش در حقیقت که نازل میشد در آنجا یکی از تفاسیر مهمی که وجود داره که برخی آیات چرا نازل شده به خاطر طرز گفتار برخی افراد بادینشین بود <تصحیح> میامدن با پیامبر علیه الصلاه و السلام یا محمد یا محمد صلی الله علیه و حالا که صحابه که شهر نشین بودن اونها میگفتن که یا رسول الله ای پیامبر خدا اونها چنین الفاظ محترمانه را کار میبردن یعنی کسی که زندگی شهری را بلد باشه میفهمه با طرز مق... با فرد مقابل خود کدام الفاظ را استفاده بکنه خداوند مطال آیات را نازل کرد که لا طرف و اصوات کن فوق صوت نبی یا آیات پیش و پسی که وجود داره در اینمی سوره اول صدا اینها نسبت به صدای پیامبر بسیار بلند بود بلند صحبت میکردن و حتی نام, نام پیامبر سن طور که آداب را در نظر نمیگرفتن بران زندگی شهری یکی وقتی ما با فرد شهری با هموطن خود با همشهری خود تعامل میکنیم کدام کلمات کدام عبارات کدام الفاظ را ما به کار میبریم این نقطه بسیار مهم است یکی دوم در پهلوی استفاده و کاربرد کلمات که ما داریم امی رفتار ما و حرکات ما با چی چگونه هست مثلا فعلا ما در زندگی شهری که زندگی میکنیم یک نفر شاید در یک ترافیک اگر قرار میگیریم شاید این نفر کسر را الفاظ درست نادرست را استفاده نکنه ولی به مورد هارن بزنه هم شهری های دیگه به تکلیف میشه یا مثلا یک کاری دیگه را بکنه که با اعمال خود هموطن خود را آزرده بکنه بنان این نقطه تعامل ما با انسان همشهری ما است که باید در نظر بگیره یک نقطه ما که او با شهر ما هست خیلی خوب گوتو را میخوایم بشه با شهر ما باید کدام تعامل را داشته باشیم نظافت شهر باید شروع بکنیم از نظافت شهر یک چیزی که موزی باشه ازیت کن پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که از شاخه های ایمان ایمان شصت چند یا هفتاد چند شاخه داره اعلایش که از قول لا اله الا الله است و ادناش اماتت الاذا عن الطريق چیزی اذیت کننده را از راه پس کنیم ببینید خود زندگی شهری از نظافت را ما مراعات میکنیم چیزی که میبینیم که کسی اگر ببینه با تکلیف میشه اذیت میشه او را باد ما دور بره. بکنیم خیلی سپاس گزار هستم جناب اسد الله سعید استاد پنتون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین در واقع فرهنگ شهرنشی خیلی, خیلی مهم است که ما باید بدانیم و باید یاد بگیریم مهم. که به مراتب نقاط هست که ما بحث نکردیم یاد بگیریم و تمرین بکنیم در شهر خود. دقیقاً سپاس سلامت باشید سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده صبح زندگی هستین در حال حاضر وقفه بعد از وقفه دومین گزارش همکار خوب ما افیز امیری فراموش نکنید